علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، ما رو همراهی میکنن. خوش آمدین آقای افشاری. اول بپردازیم به موضوع تشکیل کمیته به ریاست محمد جواد ظریف. در اساس چقدر با توجه به ساختارهای نظام رئیس جمهور امکان استقلال در انتخاب وزرای خودشو داره؟ نخست توضیح بدم که تشکیل ستاد برای ارائه گزینه‌های پیشنهادی به رئیس جمهور امر جدیدی نیست. پر سید محمد خاتمی این کار در اولین دوره تشکیل دولتش انجام داد، یعنی بعد از دوم خرداد یک مثلا ستاره دیگه تشکیل شد، بخش محدودتری از ستاد انتخاباتیش در اون حضور پیدا کردن و مسئولیت برای داشتن که کارگروه های مختلفی بود. من خودم در کارگروه آموزشش حضور داشتم که افرادی انتخاب شدن، ولی در نهایت بخش کمی از اون افراد به کابینه راه یافتن. یعنی بخشی رو خود خاتمی طبیعتاً نظرات دیگری داشت، بخش گروه های حامیش فشار می آوردن یا برای گزینه ایجابی یا برای گزینه سلبی سهم‌خواهی ها بود. بعد از همه مهمتر مذاکراتش با خامنه ای در برخی موارد صحبت از این بود که در وزارت اطلاعات نزدیک به 10 گزینه رد شدن، در نهایت دوره نجف آبادی انتخاب شد. برای گزینه های دیگه هم همین گونه. های خامنه ای در عقباً اون وزارتخونه های حساس همیشه نظر داشته، البته مطابق قانون اساسی چنین الزامی وجود نداره. مجلس پنجم هم بود. الان همه این موانع رو مسعود پزشکیان هم داره، چون ترکیب مجلس 12 گرایش سیاسیش با او ناهمسو هستش. ولی خب میخوام به این گونه جلوه بدن که مثلا داره کار کارشناسی میشه، قرار شایسته ها انتخاب بشن، ولی در اصل اینجا داره از یک امر مهمی غفلت میشه و اون همین هستش که برای کارکرد تخصصی در این نظام یا در نهادهای حاکمیتی و اعمال شایسته سالاری موانع ساختاری وجود داره. الان همین افراد، از جمله همین خود این جواد ظریف و مسعود پزشکیان، اگر قرار بود این کشور مبنای تخصص و شایسته سالاری اداره بشه، این افراد اساسا هیچ وقت در چنین جایگاهی قرار نمی گرفتن. هر دوی اینها و کثیری از حصه اصلی حامیان مسعود پزشکیان و الان چهره های امنیتی که دارن به حال مدیریت میکنن برای تشکیل کابینه آینده، مثل صالحی امیری، مثل علی ربیعی، اینا برخواسته ها و روش کرده هایی هستن که در داخل پارادایم برتری تعهد بر تخصص انتخاب شده. حالا در گذر زمان تعدیل های پیدا کردن، ولی اصل ماجرا اینه و خود این افراد هم نمیتونن، یعنی فقط حالا در مقایسه با جلیلی، اینا که اساسا اونها شاخصهای خوبی برای مقایسه نیستن، انقدر پایینن که یه چوب هم جلو اونها قرار بدی شاید امتیاز بیشتری پیدا بکنه. در مقایسه با اونها مزیت دارن، ولی اینها در برابر یک ساختار منطبق بر تخصص و شایسته سالاری خودشون هم مانع هستن. به هر حال کابینه آینده به نظر من در صلاح دید خامنه ای و حالا ببینیم چه چهره ای پزشکیان در جایگاه ریاست جمهوریش پیدا میکنه. به هر حال پزشکیان کسی بوده که موقعی که وزیر بهداشت بود در کابینه دوم خاتمی، در اصل وزیر خامنه ای بوده، وزیر اصلاحات نبوده و در جای جای اون موضع‌گیری ها همسویش و به حال یه شکافی وجود داشت. سوال دیگه ازتون دارم درباره ویدیویی که ساعت پیش منتشر شده از علی خامنه‌ای و مسعود پزشکی. من ازتون اجازه میخوام پیش از اینکه سوالمو مطرح کنم این ویدیو رو با هم دیگه کوتاه نگاه کنیم. آقای افشاری، اون چیزی که میدونی ورود همزمان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور در اینطور مراسم خیلی بی سابقه است. اصولا مقامات نظام در انتظار علی خامنه ای هستند و بعد میرن. انتشار این ویدیو از نظر شما چه پیامی داره؟ من خیلی کوتاه واسه قبلیمو تموم بکنم که منظورم این هستش که موقعی که به اصطلاح این افراد در موضع قدرت قرار میگیرن یه تغییراتی پیدا میکنن. منتها مسئول پزشکیان در دوران اصلاحات چه در موقعی که نمایندگان برای تحسن کرده بودن علیه اونها موضع گرفت و حتی اظهار نظری رو هم از خاتمی علیه اونها ترک کرد، یعنی رسانه های اون موقع محافظه‌کار و اصولگرای فعلی به نقل از پزشکیان ارجاع میداده. و حال ببینیم حالا پزشکیان جدید در این رئیس دولت 14 چه چهره ای رو از خودش نشون خواهد داد. این فیلم بر اساس اطلاعاتی که من دارم، شاید من چیزی رو در گذشته به یاد نمیارم، بی سابقه هستش که
در مراسم عزاداری خامنه ای فیلمی نشون دادش از لحظه ورود او و از مهار رئیس جمهور یا سران سه قوام در کنار اون قرار داشته باشه، چون بعدا فیلم بعدی که نشون میدن و عکس‌های منتشر شده محسنه اژه‌ای هم و پزشکیان کنار خامنه ای هستن، ولی در فیلم ما محسن اژه‌ای رو نمیبینیم. به حال این یه پیامی رو میخواد بده که خامنه ای رابطه نزدیکی داره و چه بسا میخواد حمایت بکنه پزشکیان. منتهای مراتب دو تا تفسیر میشه داشت. یک تفسیر در ادامه برخورد فریبکارانه که پزشکیان رو در صحنه آوردن که در اصل جلوی تغییرات ساختاری رو بگیرن، حال از این طریق میخوان جمعی از کسانی هم که رأی ندادن رو دوباره بکشونن به مشارکت و یا امید داشتن به تغییرات در درون سازوکار قدرت جمهوری اسلامی. اما تحلیل بدبینانش هم این هستش که برعکس میخواد بگه پزشکیان مثل منه و از آن ماست و اون نیروهایی که بهش رأی دادن رو ناامید بکنه و یه قراره است که تغییراتی اتفاق بیفته. ممنون از توضیحاتتون. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن ما رو همراهی کردید.